محاکمه خامنه‌ای و سرکردگان سپاه و قضایه جلادان و شورای امنیت رژیم آخوندی به خاطر شلیک عمدی موشک به هواپیمای مسافری اوکراینی در 18 دی 1398 با 176 قربانی. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، خون قربانیان شیخ در هواپیمای اوکراینی نباید توسط بقایای شاه و ساواک مصادره و پایمال شود. مسعود رجوی، 17 دی 1399. استفاده از مسافران بیگناه به عنوان سپر انسانی عمدی و آگاهانه و بسیار جنایت علیه بشریت است. وای که مسافران چه کشیدند. مردم ایران و آنان که عزیزی را در این قصیده غم از دست دادند نه می بخشند و نه فراموش می کنند. لصابت پیشگان و سنگ دلان سزاوار آتشند. انحلال سپاه پاسداران. این یکی دیگر از جنایت‌های بزرگ فاشیسم دینی حاکم است که مردم ایران نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند. رژیم به گفته وزیر خارجه‌اش حمله موشکی به خاک عراق را پیشاپیش به حکومت و نظامیان عراقی و از طریق آنها به آمریکا خبر داد. اما از دستور توقف پروازهای مسافری در حق هموطنان خودمان دریغ کرد. خانم مریم رجوی گفت شلیک دو موشک به جانب مسافران بیگناه هواپیمای مسافری از جانب رژیم آخوندی با فاصله زمانی از یکدیگر بی تردید جنایت علیه بشریت است و باید در شورای امنیت ملل متحد رسیدگی شود و خامنه‌ای و روحانی باید در برابر عدالت قرار بگیرند. تجمع جوامع ایرانیان، هواداران مجاهدین و پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران در روزهای جمعه و شنبه 16 و 17 دی در 14 شهر در اروپا و آمریکا و کانادا به مناسبت سومین سالگرد جنایت بزرگ پاسداران ارتجاع در شلیک عمدی موشک به هواپیمای مسافری اوکراینی و قربانی کردن 176 سرنشین بیگناه. تجمع جوامع ایرانیان، هواداران مجاهدین و پشتیبانان شورای ملی مقاومت در بعد از ظهر جمعه 16 دی در استکهلم و هامبورگ. تجمع جوامع ایرانیان، هواداران مجاهدین و پشتیبانان شورای ملی مقاومت در بعد از ظهر شنبه 17 دی در لاهه، واشنگتن، کلن، اسلو، تورنتو، برلین، یوتوبوری، وین، پاریس، روم، لندن، ونکوور. سرنگون کردن عمدی هواپیمای مسافری جنایت بزرگی است که همچون اعدام‌های دهه 60، کشتار مردم کردستان، قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67، کشتار 1,500 ایرانی در آبان 1398 و تلفات کلان کرونا و دیگر جنایات رژیم در 44 سال گذشته
در برابر عدالت و حسابرسی قرار نگرفته است. محاکمه خامنه‌ای و سرکردگان سپاه و قضایه جلادان و شورای امنیت رژیم آخوندی یک ضرورت ملی و بین المللی است. خون قربانیان شیخ در هواپیمای اوکراینی نباید توسط بقایای شاه و ساواک مصادره و پایمال شود. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه چه رهبر، مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان بر اساس نشاه نشیخ به معنی نفی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است. Yeah.